دوستان عزیز، بعد از سپری کردن یک هفته مجددا برنامه ما امروز در پیوند با روانشناسی کودکان عزیز هست و امروز در پیوند و تأثیر رسانه ها بر رفتار و کنش فرزندان عزیز بر شما عزیزان صحبت میکنیم. در سالهای اخیر، میشه گفت در صد سال اخیر حتی، رسانه ها به شدت در هر فرهنگ و جغرافیایی رشد کردن. کمتر خانه ای را پیدا میکنیم که در او رسانه ها، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و تلفن و از این قبیل تکنولوژی وجود نداشته باشه. امروز این ابزار تبدیل به سرگرمی، فرهنگ و جزی از زندگی روزمره ما شده. وقتی کسی به خانه ما میآید، تلویزیون تماشا میکنه، حتی ما نمیتونیم کودکان عزیزی که در محیط خانه ما هستند از تماشای تلویزیون، استفاده از تلویزیون یا حتی استفاده از تلفن همراه من کنیم. اما ناگفته نمانه که استفاده از رسانه ها به همان میزانی که میتونه مفید واقع شود، قطعا میتونه آثار مخربی هم به همراه داشته باشه، به ویژه برای کودکان عزیز که میتونه یک سری اطلاعات و بیشتر میشه گفت در پیوند و فرهنگ اجتماع میتونه تأثیر گذار باشه. رفتارها و عادتهایی هست که کودکان عزیز از رسانه ها الگو برداری میکنن و قطعا میتونه در زندگیشان تأثیر گذار باشه. همراه ما باشن در رابطه با تأثیری که رسانه ها میتونه بر رفتار کودکان داشته باشه برای شما از آن صحبت میکنیم. مهمان گرامی و خانم مشا هستن، خوشبختان در کنار ما و به اتفاق ایشان این بحث خدمت شما از آن تقدیم میشه. خانم مشا سلام و وقت بخیر خدمت شما، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه روی خط زندگی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بیننده های عزیز، سلامت باشید. بله، سپاسگزار هستیم. در رابطه با رسانه ها، حالا اگه مشخص‌تر بخوایم بگیم، تلویزیون، شبکه های اجتماعی که در تلفن ها و اینترنت هست، خب بر کسی پوشیده نیست که همگان کم و بیش از این رسانه ها استفاده میکنن. اما در سالهای اخیر شاهد این هستیم که رسانه ها در بین کودکان هم طرفدار پیدا کرده، یا بهتر بگوییم که کودکان تمایل بیشتری برای استفاده از رسانه ها دارن و میخوان ساعاتی از روز خود در کنار تلویزیون باشن یا حتی در شبکه های اجتماعی بگردن. رابطه میان رسانه و کودکان شما چگونه بررسی میکنید؟ در ابتدا اگر بگوییم که خود رسانه منظور ما اینجا چی هست، رسانه شبکه گسترده از وسایل ارتباط جمعی را میگن که میتونه شامل رسانه‌های تصویری، چاپی، الکترونیکی و از این قبیل باشه. ولی چنان شما اشاره کردین، امروز بحث ما بیشتر در ارتباط با خود تلویزیون و موبایل و رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی هست. در کل رسانه ها میتونن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همه افراد در سنین متفاوت درگیر بسازن و تحت تاثیر قرار بدن، ولی از این میان کودک ها، از جمله کودک ها و نوجوان ها، قشر آسیب پذیرتر هستن به دلیلی که اینا دچار کمبود توانایی های شناختی و مهارت های شناختی هستند. به همین دلیل اینا قشر شکننده و آسیب پذیر هستند در مقابل رسانه ها. ولی اینا از جمله افراد هستند، کودک ها و نوجوان ها، که میتونن زود به طرف رسانه ها مثل تلویزیون و شبکه های اجتماعی جلب و جذب شوند به دلیل همون پروگرام های متنوعی که ساخته میشه از طرف رسانه ها. کودک ها میتونن مخاطبین این رسانه ها باشن. خب زمانی که برنامه های طراحی میشه در رسانه ها، دیده میشه که آیا این برنامه ها، طور مثال بعض برنامه هاست که مخصوص کودک ها ساخته میشه، در این معمولا مد نظر گرفته میشه که کودک ها چی چیزهایی را نیاز دارن، چی اطلاعات و مهارت هایی برای اینا داده شده، و یا اینکه کارتون ها و انیمیشن ها هستند که این طراحی میشه و کودک ها میبینه. ولی ما همیشه شاهد از این نیستیم که کودک ها فقط برنامه های کودکانه را ببینن. زمانی که در یک خانواده تلویزیون مثلا روشن است، کودک ها ممکن است او برنامه هایی که بر بزرگسالا طراحی شده، مثلا سریال هست، بعضی برنامه ها و پروگرام های دیگه است که مخصوص بزرگسالا است، کودک در این محیط قرار میگیره و اینا رو میبینن. خب در کل دلیلی که کودک ها بیشتر طرف رسانه ها جذب میشن ای است که در رسانه ها مثل تلویزیون، موبایل، اینا رنگ های متنوع استفاده میشه، برنامه ها، صدا، کیفیت تصاویر یا برنامه هایی که نشر میشه، این تنوع و تعدادش میتونه که کودک ها رو طرف خود جلب و جذب بکنه. و
چنانچه شما اشاره کردین، اینا میتونه هم پیامدهای مثبت بر کودک و نوجوان ما داشته باشه، هم پیامدهای منفی. ولی مهمترین گام ای است که چون پیامدهای منفی برنامه ها بیشتر است، والدین باید بعض استراتژی ها و راههایی را به خاطر کنترل از اینا باید در نظر بگیرن و عملی بکنن. بله، سپاسگزارم. زنده و سلامت باشند. خب در یک محیط خانه فکر میکنم که والدین نمیتونن با این لجبازی کودکان کنار بیاین که مانع تماشای تلویزیون و یا استفاده از تلفن همراه شوه. خب چه تأثیری میتونه در ابتدا بر روی کودک، حالا بر روی روح و روانش، بر روی جسمش یا حتی رفتارش بگذاره وقتی پای تماشای تلویزیون مثلا میشه؟ خب این تاثیرات ما گفتیم میتونه تاثیرات مثبت و منفی باشه. ما در ابتدا میخوایم از تاثیرات منفی که رسانه ها به خصوص تلویزیون میتونه روی کودک ها داشته باشه شروع بکنیم. زمانی که یک کودک، اولا منظور ما از کودک از طفل 2.5 ساله شروع تا 12 ساله است و همچنین نوجوان از 12 ساله تا 18 ساله در کاتگوری نوجوان میه، یعنی از 2.5 ساله تا 18 ساله تمام مباحث ما امروز اشاره میکنیم در همین کاتگوری هست. تحقیقات نشان میده که پیش از 2.5 سالگی به هیچ عنوان کودک نباید یا نوزاد و اینا نباید در معرض تلویزیون یا تلفن قرار بگیرم. حتی اگر کودک گریه میکنه، بعض والدین ما دیدیم که به خاطر از گریه کودک آرام شوه اسکرین موبایل روشن میکنن تا اینکه کودک با دیدن امو نور خاموش شوه. ولی او امو تششعات که داره موبایل همراه میتونه برای اینا بر مغزشان و بر آیندهشان خیلی صدمه و آسیب برسانه. یعنی تا 2.5 سالگی به صورت کلی نباید کودک در معرض دید تلویزیون یا تلفن همراه قرار بگیره. ولی بعد از 2.5 سالگی ما نمیتونیم بگیم به صورت کلی اینا ممنوع بکنن موبایل، چون تو یک چیز امکان نداره یا تلویزیون. خب زمانی که کودک بعد از 2.5 سالگی در معرض دید تلویزیون قرار میگیره یا ساعت بسیار زیاد را با گوشی همراه و گیم ها سپری میکنن، بعض از عوارض و پیامدهای منفی را میتونه و اینا به همراه داشته باشه. یکی از این عوارض حالتهای مشکلات جسمی هست. بله. مثلا کودکایی که به صورت مداوم بیشتر از 2 ساعت در روز به اسکرین یا صفحه موبایل خیره میشن و یا که تلویزیون بیشتر از 2 ساعت میبینه، ممکن است به اینا به چشمشان آسیب برسانه. اما نور یا امواجی که تشعشع میشه و ساطع میشه از خود اسکرین یا مو صفحه موبایل، کی میتونه سندروم بینایی الکترونیکی که یک حالت است که چشم روز به روز حالت ضعیفی پیدا میکنه و امو بینایی که باید داشته باشه بیناییش کاهش پیدا میکنه. مشکل دوم، مشکل شنوایی ممکن است بر کودک ها پیدا شه و بعض از این کودک ها دوست دارن که صداهایی را که در موبایل می باشه یا بعض از ویدیوهای اینا که هستن به صورت بسیار بلند گوش میکنن، این میتونه روی شنواییشان تاثیر منفی بگذاره. یا بعضی که از گوشی استفاده میکنن، از گوشکی به حساب استفاده میکنن، این میتونه روی گوشهاشان تاثیر منفی کنه و شنواییشان کمتر بسازه. مشکل بعدی، ساعت طولانی که زمانی که یک کودک پای تلویزیون میشینه، ممکن است طرز نشستنش طرز درست نباشه و به ستون فقراتش مشکلات وارد شوه. حتی ما بعض کودکایی را دیدیم که بیشتر از 3 ساعت 4 ساعت مادر چون مصروف بوده یا پدر مصروف بوده، کودک تلویزیون نگاه کرده و او هم طرز درست نشستن نداشته یاد و به مو حالت کشیشته، معمولا ستون فقرات دچار مشکل شده، مشکلات گردن، مشکلات کمر برشان پیدا شده. و پرابلم یا مو مشکل بعدی ما ای است که این کودک ها بیشتر زمانی که میخواین تلویزیون مشاهده بکنن یا از موبایل استفاده بکنن، اینا معمولا یک جای میشینن و او هم تنها میباشن. این فردگرایی رو روز به روز کوشش میکنن که ترویج میشه این حالت و کودک یا نوجوان ما از بازی های اجتماعی که برش نیاز است، از بازی های گروهی، از محیط جمع که به خاطر رشد مهارت های شناختی و یادگیریشون نیاز است، اینا دور شدن میرن. بله. فاصله میگیرن، بیشتر دوست میداشته باشن در یک محیط تنها بشینن و امو مصروف گیم یا برنامه تلویزیونی باشن. خب این خودش میتونه که بر آینده کودک ما رو دچار مشکل بسازه. مسئله بعدی افت تحصیلی هست. زمانی که کودک ها یا نوجوان هایی که به صورت مداوم یا ساعت بسیار زیاد را میخواهند که مثلا تلویزیون تماشا کنن یا از گوشی استفاده بکنن، این دچار افت تحصیلی میشه این کودک ها، چون نمیتونن به صورت درست به درس ها ادامه بدن یا درس های خود بخونن،
چون جذابیت برنامه های تلویزیونی برشان نسبت به درس که درس یک مقدار خشک است، ولی وقتی میرن پای تلویزیون میشینن برنامه های متنوع رو میبینن، بیشتر جذب از اون میشن و میخواین که ساعت طولانی رو صرف مشاهده برنامه های تلویزیونی بکنن که خودش میتونه در افت تحصیلی از اینا رول و نقش بسیار زیاد را داشته باشه. همچنین بعض از این کودک ها زمانی که برنامه هایی را که مشاهده میکنه، بخصوص اگر این برنامه ها برنامه هایی است که بر بزرگ سالا طراحی شده، معمولا خشونت و پرخاشگری در این برنامه ها بسیار زیاد دیده میشه و چیزی که نشان داده میشه در رسانه ها، در بعض رسانه ها یا بعض سریال هایی را که کودک ها ممکن است با خانواده یک جای بشینن مشاهده بکنن، خشونت یک چیز عادی نشان میتن و بعض قهرمان های این سریال ها و فیلم ها امی رفتارهای خشونت آمیز دارن. پس کودک ما یا نوجوان ما با تقلید و الگوگیری که یک ویژگی خاص کودک و نوجوان است، تمام این رفتارها را یاد میگیره و به عنوان رفتار درست میشناسن. یعنی کودکای ما یا نوجوانای ما تقریبا اجتماعی شدن یا طرز برخورد و سلوک درست تصور میکنن، مثلا از نمی سریال یاد میگیرن و در موقعیت مشابه زمانی که قرار بگیرن یک مشکل سرشان بیاید یا با یک کس صحبت میکنن، عین مو موقعیت سریال یا فیلم میباشه، اینا مو رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز انجام میتن، چون تصور میکنن که مو رفتارها رفتارهای پذیرفته شده هست، رفتارهای درست است که تمام از اینا میتونه به صورت کلی کودک از هر لحاظ دچار مشکل بسازه. و همچنین یک مسئله دیگه که است، در بعض تبلیغات تلویزیونی زمانی که بر کودک ها و اینا طراحی میشه که تبلیغات غذایی باشه، اونا رو طور جور میکنن که کودک ها بسیار علاقمند میشن و از والدین میخواید که حتما امو وسایل خوردنی که از اینا رو باید برشان بخرن، ولی متاسفانه او وسایل امو مواد غذایی که تبلیغ میشه اینا ارزش های غذایی کافی ندارن، قندشان زیاد است و اگر به صورت مداوم این کودک ها از این استفاده میکنن ممکن است که دچار مشکلات تغذیه شوند. و همچنین یک مسئله دیگه ای است که نرم های رک نشان میتن، نرم های رک نشان میتن یا مو استاندارد هایی که در رسانه ها نشان میتن، به خصوص از لحاظ زیبایی و چهره و اینا، ممکن است که نرم های واقعی نباشن. مثلا یک بازیگر سریال ممکن است که از طریق فتوشاپ بعض شفافیت چهره و جلد اینا داشته باشه و برشان ایجاد کنه، یک چیز واقعی نیست، ولی کودک نوجوان ما مسئله درک نمیکنه و میخوای مطابق اونم الگوی تلویزیونی رک دیده باید مطابق ازو باشه، وقتی مثل ازو شده نمیتن، اینا دچار بعض اختلالات روانی مثل افسردگی میشن، انزوا پیدا میکنن و یا تمام تلاششون این است که بتونن امو زیبایی ظاهری را که در رسانه مشاهده کردن خود مطابق ازو بسازه. در کل از هر بابت اگر کنترل و نظارت والدین نمی داشته باشه و کودک ها در معرض دید برنامه‌های متنوعی که بر خود کودک ساخته نشده قرار میگیره، ممکن است که از لحاظ تحصیلی، از لحاظ مشکلات اجتماعی، روابط اجتماعی، مشکلات خانوادگی بر کودک ایجاد شود. بله، سپاسگزارم. میخوام مشاهد زنده و سلامت باشن. پس یکی از موضوعات مهم در کناری که تماشای بیش از حد تلویزیون و یا استفاده از موبایل میتونه بر روح و روان کودک و جسمش تاثیر بگذاره، این است که بحث الگو پذیری رو در کودکان تقویت میکنه و به قول شما که وقتی کودک در کنار والدین و یا بزرگسالا به تماشای سریال ها و یا فیلم هایی که میشه گفت تاثیرات مخرب میتونه بر روی روح و روان کودک بذاره، به ویژه که خشونت در او به نمایش بگذاره، این موضوع نشان میده که کودک در دنیای کودکی خودش و در او دنیایی که برای خودش تجسم میکنه به دنبال یک قهرمان یا ابرقهرمانی است که بیشتر از طریق او سریال برای خودش الگو برداری کرده و او را در دنیای خودش به نمایش میذاره، که همه باید توجه داشته باشن. برای رده دوم که نوجوانانی که از محدوده سنی 12 تا 18 هستند، خب استفاده بیش از حد از این موبایل و شبکه‌های اجتماعی میتونه چه تاثیرات مخربی داشته باشه؟ متاسفانه بر نوجوانام چون طرز درست استفاده از تکنولوژی یا استفاده از رسانه ها و اینا تبلیغ نمیشه و گفته نمیشه، اینا هم در معرض پیامدهای منفی رسانه ها قرار میگیرن. مثلا در نوجوانام یک ویژگی خاصی که در اینا هست اما الگو پذیری و تقلید است. اینا میخواین که از یک نفر قهرمان بر خود تعیین میکنن و میخواین که امور رفتارهای او الگو یا قهرمان خود انجام بدن.
یکی از مشکلاتی که بر نوجوانان ایجاد میشه اینا ممکن است که مشکلات جسمی، مشکلات چشم، شنوایی یا مشکلات ستون فقرات برشان پیدا بشه و مشکل بعدیشون بعض اختلالات روانی هست. تحقیقات تازه نشان میده که بین ساعاتی که فرد مشغول، یعنی کودک و نوجوان مشغول استفاده از وسایل اینترنتی یا می تکنولوژی هستند با اختلالات روانی یک رابطه کاملا مستقیم داره. یعنی به هر میزانی که ساعت تماشای تلویزیون افزایش پیدا میکنه، ساعت استفاده از موبایل افزایش پیدا میکنه، به همو اندازه ممکن است که اختلالات روانی مثل افسردگی، منزوی شدن، استراب اجتماعی اینا هم در کودک و نوجوان ما افزایش پیدا میکنه که در سطح جهان یک مسئله نگران کننده است، هم بر خانواده و هم بر محیط های اجتماعی. بله. زمانی که کودک ها یا نوجوان های ما در معرض دید تماشای بیش از حد برنامه های تلویزیونی قرار می گیرن، بخصوص نوجوان ها در حالت کشف هستن و می خواین هر چیز را که می بینن باید بفهمن که چی هست، چرا من تو یک چیز ساخته شدم. و متاسفانه بعض رسانه ها در تلویزیون بعض پروگرام هایی که نشر میشن اصلا مطابقت با فرهنگ ما نداره و نوجوان ما در مرحله قرار دارد، مرحله اجتماعی شدن است، یعنی می خواهد امو نقش هایی که از اینا توقع میره در جامعه اینا رو انجام بدم. ولی این برنامه ها وقت نشر میشه، این سریال ها یا فیلم ها وقت با فرهنگ ما مطابقت نداره، کودک در یا نوجوان در حالت تعارض فرهنگی قرار میگیره. اما ارزش ها و باورهای فرهنگی که از اینا دچار تعارض میشن، آنچه که واقعیت است که در جامعه میبینن و آنچه که در رسانه ها میبینن و اینا چون بیشتر جذب این پروگرام ها شدن بیشتر میخواین که امو رفتارها رو انجام بده، خودش میتونه که منجر به مشکلات در نوجوان ما شه. بله، سپاسگزارم خانم مشا، زنده و سلامت باشن. صحبت رو همینجا متوقف کنیم، میان برنامه رو ببینیم و بعد از اون انشالله امی صحبت در پیوند با تأثیری که رسانه ها میتونه بر کودک و نوجوان بگذاره ادامه میتونیم در بخش دوم. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما هستید. میان برنامه آماده نشر است، ببینیم و برگردیم انشالله با ادامه بحث در بخش دوم. دوستان عزیز، خوش آمدیم. پس در رابطه با تاثیرات مخربی که رسانه ها به ویژه تلویزیون و تلفن همراه میتونه بر روان و رفتار کودکان بگذاره برای شما از آن صحبت کنیم. موضوع دیگر بحث مهمی است که تنها گذاشتن کودک با تلویزیون و تلفن همراه علاوه بر اینکه میتونه تاثیرات مخربی بر روان و رفتارش بگذاره، یک شیوه تربیتی ناصحی هم میتونه به حساب بیاید. خانم مشا، در خیلی از موارد دیده میشه بنا به مشکلات و حالا دغدغه ها و مشغله های کاری که خیلی از والدین دارن، بیشتر از ساعات شبانه روز کودکان با تلفن و تلویزیون تنها هستند و به نحوی میتونیم بگیم که یک تربیت غیر مستقیم و نشأت گرفته و اکتسابی از تلویزیون و تلفن تعقیب میکنن و فکر میکنم این خودش یا کاهش مسئولیت است یا یک ضربه ای است که میتونه به پیکره یک خانواده به خصوص در بحث تربیت فرزندان هم وارد کنه. دقیقا، زمانی که پدر یا مادر به هر دلیلی که بودن وقت کافی ندارن بر کودک خود، ممکن است که کودک ساعت طولانی چنان شما گفتین در خانه تنها باشن و پدر و مادر به خاطر از اینکه امو سر صدای کودک خود خاموش بکنن یا اینکه او آرام باشه، گوش میکنن که یا برش یک پروگرام تلویزیون روشن میکنن یا هم که گوشی همراه خود برش میتن و او میتونه مصروف بازی باشه. خب یک مقدار امو مسئولیت های پدر و مادر کاهش میده، اینا میتونن به دیگه کارهای خود رسیدگی کنن و کودکشان مصروف باشه، ولی در کل یک مصروفیت ناسالم است بر کودک. کودک خود از هر لحاظ اینا ضربه میزنن. کودک نیاز است که در دوره کودکی خود مثلا بازی های کودکانه داشته باشه یا در فضای خانواده با پدر، مادر، دیگه خواهر برادر خود باشه. ولی زمانی که به صورت متداوم و متوالی کودک تنها گذاشته میشه با تلویزیون یا تلفن همراهشون، این میتونه که امو تربیت نادرست یا ناصحی داشته باشه و کودک در دوره کودکی و همچنین در مرحله نوجوانی اینا دچار این حالت هستن که میخواین اطلاعات جدید دریافت بکنن. زمانی که پدر و مادر بر کودک خود وقت نداره که امروش صحبت بکنن، خب تمام معلومات و اطلاعات اینا از طریق رسانه ها دریافت میکنن.
ای اطلاعات میتونه که کاملا اطلاعات اشتباه باشه، میتونه که پیام های نامناسب باشه بر کودک، یا میتونه که بعض مسائل باشه که نیاز نیست کودک از دوره کودکی خود بدانه. و همین دلیل است بسیاری از رسانه ها چیزهایی را که نشر میکنن در سطح جهان یک پیامد یا معضله بزرگ شده، بلوغ زودرس، چون کودک ها معمولا در معرض تحریکات جنسی متفاوت و متعدده که چیزهایی که مثلا بر بزرگسالا طراحی شده اینا قرار میگیرن، اینا دچار بلوغ زودرس میشن. بسیاری از والدین شکایت داره که کودکشون مثلا بلوغ زودرس پیدا کرده و اصلا نمیفهمنم که دلیلش چیست. میتونه یکی از دلایل بزرگش ای باشه که اینا در معرض تلویزیون و یا امو تلفن همراه قرار میگیرن. و زمانی که کودک تنها مانده میشه، اینا هر چیزی که دلش بخواد میتونه انجام بده. یعنی میتونه در گوشی همراه، به خصوص اگر اینترنت وصل باشه، میتونه هر چیزی را که بخواد، بازی های کامپیوتری یا بازی های که هست اونا رو میتونه نصب بکنه، که ماشاءالله کودک ها در این بخش خود استعداد بسیار خوب هم داره. یک بار یا دو بار که اگر مثلا یک بزرگسال مشاهده میکنه، خودشان یاد میگیرن و میرن هر برنامه‌ای را که دوست داشته باشن چی میکنن، نصب میکنن. خب در کل اگر نظارت والدین بر این رفتارهای کودک و نوجوان نباشه، میتونه که اینا را از هر بابت دچار آسیب‌های جدی بکنه و رفتارهایی را که اینا یاد میگیرن به عنوان رفتارهای درست فکر میکنن. چون معمولا کودک ها تا سن 6 سالگی خود اصلا بین خوب و بد کدام تفکیک ندارن، هر چیزی را که بخصوص از طریق رسانه ها میبینن او را خوب تلقی میکنن و دنبال ازی هستن که بتونن امو الگوها را انجام بدن، که خودش میتونه بر والدین یک مسئله نگران کننده باشه. چون بعض والدینی که در خارج از خانه مثلا وظیفه دارن، مشاهده میکنن که رفتارهای نادرست در کودکشان ایجاد شده میره، مثلا دروغگویی زیاد شده، پرخاشگریشان زیاد شده، حسادتشان زیاد شده، و پدر مادر حیران موندن که مثلا کودک ما بیرون هم نرفته، بازی هم نکردن، این از کجا یاد گرفته. این میتونه که تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم امو برنامه هایی باشه که کودکشان مشاهده کرده. و والدین باید خود فکر میکنن در چنین شرایطی ملامت کنن که نسبت به بحث تربیت کودکان و حالا ای که چه رفتاری باید با کودک داشته باشن کوتاهی کردن و فضای بیشتری رو مهیا کردن برای که کودکان با تلویزیون و تلفن همراه بیشتر زمان خود سپری کنن. دقیقاً این میتونه غفلت والدین باشه. یعنی والدینی که حتی وظیفه دارن، پدر مادر حضور ندارن، میتونن بعض از نوارهای ویدیویی رو بگیرن که چیز آموزشی باشه بر کودک ها، تر مثال در تلویزیون بانن که کودکشون مشاهده بکنن. ولی که کودک خود بدون از یک نظارت داشته باشن که کودکشون چی چیز رو میبینن یا کدام بازی های نصب میکنن در گوشی، اینا اگر بدون نظارت باشه 100% بر کودکشون آسیب وارد میکنه و کودک امور رفتارهایی را انجام میده که رفتارهای نادرست است ولی از طریق رسانه ها او را یاد گرفتن. بله، سپاسگزارم. خب اگه جامعه افغانستان رو بیشتر بررسی کنیم و تأثیری که میتونه بر روان کودک بگذاره، میدونیم که به هر صورتش تهاجم فرهنگی متاسفانه در حد اعظمش دیده میشه، به ویژه در رسانه ها، تلویزیون و شبکه های اجتماعی. در برابر ای که الله ارزش ها باشن، نابهنجاری ها بیشتر هست. خب در چنین فضایی که کودک هم تعامل داره با رسانه ها، شبکه های اجتماعی، تلفن همراه و برنامه هایی که الان یا میبینه یا آموزش میبینه از طریق تلویزیون، آینده چنین کودکی چگونه خواهد شد؟ خب اگر ما یک کودک افغانی را طور مثال بتیم، اینجا اینا در رسانه های متفاوت ارزش های فرهنگی کشورهای مختلف نشر میشه. زمانی که کودک در معرض دید همچو ارزش ها قرار میگیره و او را میبینن که عملا در جامعه که ما زندگی میکنیم او ارزش ها وجود نداره، اینا شدیدن دچار تعارض فرهنگی میشن و همی حالتی که باید ارزش ها مثلا در وجود کودک تثبیت شوه نمیشه. و هر قدری که امی تهاجم یا مو هویت یابی که در مرحله نوجوانی نقش بسیار مهمی را داره، این شکل نمیگیره. اینا دچار یک بیگانگی یا از خود بیگانگی میشن. زمانی که کودک از مرحله 12 سالگی به بعد تا 18 سالگی مرحله یافتن هویت است. کودک دنبال ازی است که من کی هستم، جامعه‌ای که زندگی میکنم چه رقم یک جامعه است، خانواده من کی هستن، چه چیزهای خوب است و چه چیزهای بد است. زمانی که کودک ما یا نوجوان ما در معرض دید ارزش‌ها و باورهای فرهنگی یک فرهنگ بیگانه قرار می‌گیرند که با فرهنگ ما اونا مطابقت ندارن، این خودش میتونه کودک یا نوجوان ما رو دچار مشکل کنه. و
اما مسئله بحران هویت که یک مسئله مهم است در دوره نوجوانی، این میتونه در وجود کودک یا در وجود نوجوان ما رشد بکنه و نوجوان در یک حالت از خود بیگانگی قرار میگیره. یعنی اصلا نمیفهمه که من کی هستم. اگر میگه مثلا این ارزش ها ارزش های درست است، پس در جامعه ما چرا وجود نداره؟ و اگر در جامعه ما است، در او جامعه دیگه چرا مثلا به طور متفاوت اینا رفتار میکنن یا ارزش هایشان متفاوت است؟ در کل اینا یک ثبات ارزشی یا مو ثباتی که باید باورهایشان پیدا کنه پیدا نمیکنن و این کودک ها یا این نوجوان ها خیلی آسیب پذیر هستند. از طرف هر جامعه، مثلا ما مسئله تهاجم فرهنگی را اگر فکر بکنیم، از طرف هر جامعه یا هر رسانه چیزهایی که نشر میشه یا طرف عمو میره. یعنی گاهی فکر میکنن که شاید این ارزش یک چیز خوب است، گاهی تصور میکنن که این ارزش یک چیز خوب است. در کل یک ثبات در رفتارهای از اینا دیده نمیشه. معمولا شما شاهد ازی هستین که در جامعه ما طور مثال یک چیز به عنوان مود روز میشه، طرز لباس پوشیدن یک هنرپیشه دیده میشه، مطابق از او هنرپیشه فردایش بچه ها و دخترای نوجوان تمامش عین از او تقلید و الگوبرداری میکنن که خودش تمامش میتونه روی تهاجم فرهنگی هم بر به جامعه مضر واقع شه و هم بر آینده خود کودک یا نوجوان که اینو نمیتونن که یک آینده بسیار خوب را بر خود پیش بینی کنن یا اهداف خود بسازن. بله، و دسته دیگری از کودکان هستن خانم مشا که در برابر پاسخ منفی والدین مبنی بر استفاده از تلفن همراه و تلویزیون به شدت مقاومت میکنن و حالا جوابی هم که والدین میده خب قطعا در چنین شرایطی خشونت هست. اجازه میخوایم که میان برنامه ای رو ببینیم و بعد از اون انشالله در پیوند با ای که چنین رفتار ناصحیح یا رفتاری که توأم با خشونت هست از طرف والدین میتونه چقدر باز هم آسیب بزنه به کودک، به روح و روانش و تحت تاثیر رفتارها قرار میگیره و همچنین انشالله در ادامه از شما خواهیم شنید که بهترین راه برخورد برای که کودکان را بتانیم فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه و تلویزیون رو برش یاد بتیم چه چیزی میتونه باشه. میان برنامه رو ببینیم دوستان عزیز. میان برنامه آماده نشر است، با اتفاق شما از آن ببینیم و بخش بعدی برنامه را فراموش نکنید. بینندگان عزیز، بخش سوم برنامه است و در پیوند به راهکارها باید برای شما از آن صحبت کنیم به اتفاق خانم مشا. خانم مشا، اشاره داشته باشیم به پرسش قبلی من در برابر پاسخ منفی والدین مبنی بر عدم استفاده از تلفن همراه و تلویزیون و مقاومت کودک و همچنین پاسخ مجدد والدین با خشونت، چه راهکاری وجود دارد و این موضوع میتونه چقدر کودک مصمم کنه برای که بیشتر این خواسته خود برای استفاده از تلفن و تلویزیون تشدید کنه؟ یه جمله رفتارهای کاملا نادرست والدین است زمانی که کودکشان طور مثال از موبایل همراه یا یکی از تلویزیون استفاده میکنه، والدین با قهر و تنبیه از اونا میخواه که دیگه از استفاده نکنه ده. و اگر کودک طور مثال لجبازی میکنه و میخواه به صورت مداوم از تلفن اینا استفاده بکنه، والدین یا از تنبیه فیزیکی حتی استفاده میکنن یا ممکن است از تنبیه لفظی استفاده بکنن که در کل رفتار نادرست است و کودک هم میتونه مقاوم تر بسازه. یعنی کودک و بعض والدین باز حالت مصمم بودن و جدیت هم نمی داشته باشن زمانی که به صورت متداوم طور مثال کودک گریه بکنه دوباره برش مثلا موبایل می دن یا ای که میمانن که تلویزیون مشاهده بکنه. این در کل رفتارهای نادرست والدین است که میتونه کودک طور مثال این رفتار یاد بده که هر وقتی که پدر مادر از تلفن یا تلویزیون نماندن که مشاهده کنی میتونی گریه کنی و والدین هم دوباره تو را اجازه میتن و میتونید که یعنی تسلیم میشن دقیقاً. که کاملا رفتار نادرست است. ولی چی راهکارهایی را مثلا والدین میتونه مد نظر بگیره که بتونن امی مشاهده تلویزیون یا استفاده از تلفن همراه را عوارض منفیش بر کودکای خود کاهش بدن؟ بله.
مهمترین گام ای است که اول پدر و مادر باید آگاهی داشته باشند که این رسانه ها چی است. مثلا شبکه های اجتماعی چی است. پدر و مادر اول باید این مسائل بفهمند و این مسئله باید بفهمند که فرزندشان در چی تایم از روز و چی مدت را صرف مشاهده تلویزیون و یا بازی های اینترنتی و شبکه های اجتماعی میکنند. خب وقتی که اینا را درک کردن، والدین باید جبهه گیری نکنند مقابل فرزند خود. یعنی همیشه برش نگویه که تلویزیون زیاد سیل میکنی دیگه حق نداری که مشاهده کنی، یا ای که موبایل زیاد استفاده میکنی دیگه حق نداری. خب این یک شیوه جبهه گیری میشه که کودک ها یا نوجوانان در سنی که قرار دارن معمولا لجبازی میکنن و میخواین که حتی به خاطر ضدیت با والدینم شده امو کار انجام بدن. خب پدر مادر با بسیار مهربانی حتی چند روز میتونن که با کودک خود یا نوجوان خود یک جای به مشاهده تلویزیون بپردازن، ببینن که کودکشون یا نوجوانشون علاقمندی به چی پروگرامایی را دارن و حتی میتونن اینا بحث کنن روی مواردی که مشاهده میکنن در تلویزیون. گاهی اوقات بعض از والدین میگه که امکان نداره که در مثال من همین برنامه تلویزیون را مشاهده نکنم. وقتی با کودک خود یک جای مشاهده میکنن، کوشش کنن حداقل بعض چیزایی که در تلویزیون مشاهده میشه بر کودک خود تحلیل بکنن. کودک ذهن تحلیلگر نداره، نوجوان ذهن تحلیلگر نداره، اینا هر چیز را میبینن فقط رو قبول میکنن و میپذیرن. ولی وقتی والدین مشاهده میکنن که یک چیز نادرست است، او اولا باید چینل تغییر بتن و او رو مشاهده نکنن. ولی اگر احیانا این کار انجام نمیتن، حداقل بر کودک خود همین مسئله رو تحلیل کنه که طور مثال این چیز را مشاهده کرد یک چیز درست نبود، این مثلا اشتباه نشان دادن. خب این هم میتونه یک مقدار در کاهش این مسئله کمک کنه بر والدین. ولی والدین باید یک زمانبندی مشخص داشته باشند بر کودک های خود. طور مثال کودک یا نوجوان حق داره که در روز 2 ساعت یک برنامه را یا تلویزیون مشاهده بکنه، یا در روز 1 ساعت یا 2 ساعت از موبایل همراه استفاده کنه. زمانش حتما مشخص بکنن و از اون زمان نباید هیچ کودکشون یا نوجوانشون تخلف بکنه، یعنی در اون زمان باید فقط اونم قدر مشاهده بکنن. و خود والدین هم نباید معتاد به تلویزیون یا موبایل همراه باشه. اگر پدر و مادر خودشون به صورت متوالی تلویزیون مشاهده میکنن یا از تلفن همراه استفاده میکنن، ولی عملا بر کودک خود میگه که تو حق نداری استفاده کنی، کودک طور تصور میکنه پدر و مادر دشمن ما است، اگر این چیز بده چرا خودشان استفاده میکنن یا چرا خودشان میبینن. خب اول پدر و مادر باید رفتارهای خود یک مقدار تغییر بدن. در ساعات روز کوشش کنن که در جریان هفته بعض اوقات را تعیین بکنن که رفت آمد داشته باشن. یعنی مثلا دوستای کودک بیاید، کودک مثلا بتونن که در فضای باز بره با دوستای خود بازی بکنه، ورزش بر کودک خود حتما مد نظر بگیرن و همچنین خود والدین میتونن که یک تایم را تعیین بکنن و بگوین که همگی در این تایم تلویزیون خاموش میکنیم، همگی یک کتاب میخوانیم، مثلا یک داستان میخوانیم. کایستا ایستا بر کودک این حس ایجاد شود که فضای خوب و صمیمانه میتونه که در محیط خانوادگی باشه، نه اینکه فقط اینا برن دوچار مو حالتی که مثلا فقط تلویزیون مشاهده کنن یا از گوشی همراه خود استفاده بکنن. تنها هیجان و شادی در اون نیست، اینا میتونن هر قدر فضای خانوادگی برای اینا شاد و صمیمی باشه، کودکا کمتر طرف تلویزیون و موبایل همراه میره. ولی هر قدر که تشنجات و مشکلات خانوادگی بیشتر شه، کودک بیشتر پناه میبره به مو موبایل همراه یا تلویزیون. اینا هر کدامشون میتونه بر والدین کمک کننده باشه. ولی اگر احیانا بازم والدین مشاهده میکنه که رفتارهای بد در نوجوانشون ایجاد شده، رفتارهای بد در کودکشون ایجاد شده و یا هر قدر که تلاش میکنن نوجوان و کودکشون بازم مو طرف تلویزیون و موبایل همراه میره، خوب است که همراه یک مشاور کودک و نوجوان مشوره بکنه. بله سپاسگزارم. میخوام باشه در پیوند با والدین شاغل، اونایی که ساعتی از روز البته ساعت مهم در خانه حضور ندارن و در وظیفه هستن و کودک هم احساس میکنه که دیگه امپراتور و حاکمی در خانه نیست و میتونن هر کاری که دلشان بخواد بکنه، و ویژه در استفاده از تلفن همراه و تلویزیون هم هیچ ممنوعیتی پیش رویشان نیست، چه باید کرد برای این کودکانی که والدینشان در خانه حضور ندارن؟ زمانی که پدر و مادر شاغل هستن یا در کل در خانه حضور ندارن، ساعت طولانی روز کودک یا نوجوانشان تنها هستن، پدر و مادر میتونن که بعض نوارهای ویدیویی را، نوارهای آموزشی را بر کودکای خود یا نوجوانای خود آماده بکنن و در تلویزیون باشه که هر وقت کودک خواست ببینه بتونن امور رو مشاهده کنن. و یا اینکه اگر تلویزیونی که در خانه هست، پدر و مادر باید ببینن که فقط یک یا دو
چینل بر کودک خود بانن و دیگه چینل ها رو میتونن کنار رو قفل بکنن که کودک نتونه تمامش مشاهده بکنه. بله. یعنی اگر بدون حد و مرز نزد کودک هم موبایل گذاشته شوه یا در مقابل تلویزیون قرار بگیره، این میتونه خیلی آسیب های جدی بر کودکشان وارد بکنه. ولی میتونن که پدر مادر بعض از اوراق در خانه بانن، نقاش به خاطر نقاشی با کودک خود میتونن ساعت از روزش بگو یک میتونی نقاشی بکنی، میتونی از بعض وسایل بازی استفاده بکنی، یا بر نوجوان خود میتونن کورس‌های آموزشی را پیشنهاد بکنن. یعنی ساعت طولانی را کودک و نوجوان نباید در معرض دید تلویزیون یا موبایل همراه قرار بگیرن. بله، و چگونه میتونه یک بدیل مناسب مثلا مثل یک کتاب یا یک چیز دیگری که کودک خیلی علاقه داره برای کودکان از پیدا کنن والدین؟ خیلی کوتاه شما بفرمایید. معمولا بدیل های ما باید چیزی باشه که بر کودک به عنوان پاداش یا تقویت کننده باشه، یک چیز جالب و جذاب باشه. خب ما میتونیم که مثلا بعضی کتاب های رنگی یا بعضی کتاب های قصه بر کودک های خود آماده بکنیم که بتونه او علاقمند شوه، و یا اینکه اگر ما اینا رو میخوایم که به کورس های آموزشی بره، باید بریم یک کورس آموزشی خوب رو بر اینا پیدا بکنیم که اینا بتونن در اوج با علاقمندی برن و مو ساعت تلویزیون تماشا میکنن یا از موبایل استفاده میکنن و کمتر شن. بله، سپاسگزارم خانم مشا، زنده و سلامت باشن. تشکر از تشریحات بسیار زیبای شما در پیوند با این بحث. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی میکنیم. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودن و امیدوارم که بحث امروزی در پیوند با تاثیر رسانه ها بر رفتار کودکان مورد استقبال شما از آن واقع شده باشه. والدین عزیز به دنبال یک بدیل مناسب به جای تلفن همراه و تلویزیون برای کودکان باشن و حد الامکان سعی کنن که در برابر مقاومت کودکان برای استفاده از تلفن همراه، تماشای تلویزیون، خشونت به کار نگیرن، چون میتونه تاثیر بسیار بسیار خطرناکی در کودکان بگذاره. برای همه شما عزیزان اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم. امیدوار هستم که روزتان به خیر و پایان برسد. تا دیدار بعد با برنامه دیگر شما عزیزان برای خداوند می‌سپارم. خداوند نگهدار همه شما.